حریم خصوصی چیه و چرا باید از اون محافظت بشه؟ آیا ضرورت‌های دنیای واقعی اجازه ورود به حریم خصوصی رو صادر می‌کنه؟ فرانسیس فورد کاپولا فیلم مکالمه رو در سال 1974 میلادی با محوریت موضوع حریم خصوصی کارگردانی می‌کنه. با من حمیده شیخی و وحید نیکونام در نقد و بررسی این فیلم همراه باشید. کاپولا عمدتاً به خاطر سگانه محبوب پدرخوانده شناخته میشه، اما این فیلم ساز آمریکایی آثار جمع و جور دیگه مانند مکالمه رو در کارنامه خودش داره که تونسته نخل طلای کن رو تصاحب کنه. مکالمه داستان جاسوسی حرفه‌ای رو روایت میکنه که نقد اون رو جین هکمن بازی میکنه. او مردی تنها و گوشه‌گیره و تمرکز زیادی روی شغلش داره. در آخرین پرونده‌ای که به او واگذار میشه، باید از مرد و زن جوانی جاسوسی کنه و از ارتباط بین اونها پرده برداری کنه. اما وقتی شواهدی از ارتباط بین این دو به دست میاره، از دادن اطلاعاتی که به دست آورده به کارفرمای خودش امتناع میکنه. فیلم در صحنه‌های اولیه مخاطب رو غافلگیر میکنه. در حالی که تصور میکنیم با تک تیراندازی طرفیم که از دور جهت از پای در آوردن شخصی نشونه گرفته، متوجه میشیم با یک دوربین میکروفونی طرفیم، نه یک تک تیرانداز. دوربین های جاسوسی که با زوم کردن روی سوژه میتونن صدای مورد نظر رو بهتر شنود کنند. مکالمه محوری فیلم کاپولا که ارتباط ممنوعه دو آدم رو نشونه گرفته که سعی دارند در هیاهوی جمعیت مخفی و پنهان بشن. کار حکمن اینه که مکالمه رو در میان همه جمعیت و آلودگی صوتی شنود کنه و به کارفرما تحویل بده. جین حکمن فردی کاتولیکه که در کلیسا اعتراف میکنه. مگر سنت کلیسای اعتراف چیزی جز تجاوز به حریم خصوصی محسوب میشه؟ به نظر میرسه حکمن مجوز ورود به حریم خصوصی دیگران رو از همین پایگاه معنوی کلیسایی گرفته. همچنان که در ادیان دیگر مجوز ورود به حریم خصوصی از پایگاه‌های به ظاهر معنوی و در قالب مقولاتی نظیر امر به معروف و نهی از منکر صادر میشه. سالهای ساخت فیلم با اوجگیری ماجرای واترگیت در دهه 70 مصادفه. در ماجرای واترگیت، رئیس جمهور وقت آمریکا ریچارد نیکسون دستور داده بود که در محله گرد همایی حزب دموکرات شنود کار گذاشته بشه. سلسله دستوراتی که سبب کنارگیری اجباری نیکسون از ریاست جمهوری آمریکا شد و بعدها به واترگیت شهرت پیدا کرد. در چنین شرایطی حساسیت اخلاقی و اجتماعی در مورد مقولاتی نظیر شنود و سراغ سم و به زبان امروزی حریم خصوصی بالا میگیره و کاپولا بر بستر موج ایجاد شده از این رسوایی تاریخی و بدون کوچکترین اشاره‌ای به این ماجرا، فیلمی اخلاقی و پرسشگر به نام مکالمه رو کارگردانی میکنه. شنیده ها و دیده های ما هرگز نمیتونن تعیین کننده واقعیت بیرونی باشند که این خود از لایه های دیگر داستان زیرکانه کاپولاست. حکمان بر مبنای اطلاعات ثبت شده شنیداری احتمال قریب الوقوع یک جنایت رو میده، ولی جنایت به اون شکلی که او و تماشاگر تصور می‌کنند اتفاق نمی‌افته و رخدادها در جهت دیگر واقعیت بیرونی رو رقم می‌زنند. اگه کاپولا در فیلم مکالمه خطای شنیداری رو هدفگیری کرده، همتای ایتالیایی او آنتونیونی در همون سال‌های دهه 70 با ساخت فیلم آگراندیسمان خطای باصره رو مطرح می‌کنه. از این نظر می‌تونیم مکالمه رو معادل شنیداری آگراندیسمان آنتونیونی محسوب کنیم که اتفاقاً این فیلم میتونه نخل طلا رو برای آنتونیونی برمغان بیاره. نقد مربوط به فیلم آگراندیسمان از لینک بالای همین صفحه در دست رسه. فیلم مکالمه در سایت IMDb که نظر کاربران معمولی رو منعکس میکنه به میانگین 7.8 از 10 امتیاز دست پیدا میکنه و همچنین در سایت اینترنتی متاکریتیک فیلم تونسته در بین منتقدان حرفه‌ای میانگین امتیاز 85 رو از 100 امتیاز به دست بیاره و لذا سایت برچسب فیلم‌هایی که باید دیده بشن رو به فیلم اعطا کرده. اگه این فیلم رو پسندیدید، فیلم آگراندیسمان به کارگردانی میکلانجلو آنتونیونی رو تماشا کنید. همچنین فیلم اسکاری زندگی دیگران به کارگردانی فلوریان هنکل آلمانی به لحاظ مفهومی به فیلم مکالمه نزدیکه. سپاس از همراهیتان.